زمونږ همکار بشیر انصاری هم دا اوس د بلخ نه را سره لایف د سکایپ په کرخه دی. انصاری صاحب خر اغلاس، لکه څنګه چې د نورو ولایتونو په څیر باندې بلخ هم هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې نامنه شوی دی، یو شمیر ولسوالیو کې جګړې روانې دي. تاسو لومړی را سره د بلخ د جګړو وروستی حال شریک کړئ چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې تر کومه کچه دي او په کوم ځایونو کې دي؟ سلام و صبح شما بخیر آقای جلیلی. همون قسمه که شما اشاره کردین، از طرف از یک سوی بلخ پل امام بکری خط مقدم جبهه است، یعنی نزدیکترین خط جنگ که با پایگاه قلوردوی شاهی نزدیک است. یک شب قبل هم صدای شلیک ها و فیرهای در پلسولی دهدادی در نزدیک های قلوردوی شاهین شنیده شد، اما بعدش نظامیان گفت که درون یا پهپادهای در فضا دیده شده بوده و به او خاطر شلیک کردند. اما خبرها، اما قسمی که شما اشاره کردین، گفته میشه که حملات صورت گرفته بوده. طالبا ولسوالی شورتپه را اخیرا تسخیر کردند، مرکز از او را، که این ولسوالی در مرز مشترک با ازبکستان قرار داره و به بندر تجاری حیرتان نزدیک است. به همین قسم ولسوالی کلدار که از طرف شرق حیرتان از یک سو با قلعه زال ولایت کندوز وصل است و سوی دیگه هم با حیرتان، یعنی ولسوالی کلدار هم در محاصره قرار داشت، اما نظامیان افغانی یک جا با نیروهای بسیج مردمی تانستن که پیروز بعد از یک نبرد نفسگیر محاصره را بشکنانند و طالبان را عقب بزنند به طرف ولایت کندوز و حیرتان از زیر تهدید البته از یک طرف نجات بدهند و از سوی دیگر که ولسوالی شورتپه است، اونجا را طالبان تصرف کردند و با تصرف ولسوالی شورتپه ولایت بلخ حدودا 7 ولسوالی است که زیر تصرف طالبان است و تا حال حملات تهاجمی گفته میشه طرح ریزی شده، سازماندهی شده، اما تا حال دیده نمیشه که آغاز شده. تنها در ولسوالی کلدار دستاوردهای را ما چشم دید خود دیده. درست، ولسوالی خلا پریگده د بلخ اوسیدون که وای چې خپل طالبان د مزار شریف د شمال په 40 کیلومتره کې دیو د جګړې لومړی کرخه جوړه کړې ده. څه عمل شوی دی چې بالاخره دولت د طالبانو دومره پرمختګ کړی دی او د مزار شریف ښار په 40 کیلومتره کې دیو خپله د جګړې لومړی کرخه جوړه کړې ده؟ زمانی که 3 ولسوالی مهم بلخ سقوط کرد، دولت آباد، چهار بولک و ولسوالی بلخ، دقیقا طالبان تانستند که از مسیر دولت آباد خود را به شمال شهر مزار شریف هم نزدیک کنند، یعنی گفته میتونیم که در دروازه های شهر خود برسانند. اما اینجا خط دفاعی خوب تشکیل شده، اما تا بال حملات تهاجمی به خاطر دور کردن طالبان از شمال شهر مزار شریف اقدام جدی روی دست گرفته نشده و تایید میکنیم که طالبان تانستن خود به دروازه های مزار شریف برسانند، اما نیروهای بسیج مردمی که در یک بخش از عطا محمد نور والی پیشین قرار دارد، در بخش دیگر از شهر هم نماینده مجلس آسه ابراهیم زاده و از طرف جنوب شهر مزار شریف که ولسوالی چهارکینت از اینجا هم یک عضو مجلس با آقای مسرور تانسته که نیروها را بسیج بکنه. یعنی واقعا دغه کسان ګټور تمام شوي دي د بلخ د امنیت په ټینګښ کې؟ آیا دیو رښتیا هم د په خط کې د دفاع په توګه ثابت شوي دي؟ فعلا اینا ثابت کردند که میتونن دفاع بکنن، اما در گفته هایشان که چند روز پیش کنفرانس های خبری داشتن، دفاع از شهر و شرکت در چنین نبردها را مشروط دانستند. مشروط برای که باید حکومت، ایاشا و عباطه، معاش و تجهیزات نظامی در اختیار این نظامیان و مردم های بسیجی قرار بده، که وزیر داخله هم سفر داشت به بلخ و معین پالیسی هم به بلخ سفر داشت. اینها تاکید داشتند که ما میتونیم حمایت مالی و نظامی بکنیم از این نیروها، اما تا حال دیده میشه که آنچنانه که باید حمایت شود
حمایت از اینها صورت نگرفت و تنها تانستن در حالت دفاعی شهر مزار شریف قرار بگیرند و اگر تجهیزات در اختیار یا قرار گرفته شود ممکن که بتانن در حملات تهاجمی هم در کنار نظامیان افغان اینها اقدام بکنند. انصاری صاحب، هلته د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو کمښت دی که څنګه چې دغه کسان د پاڅون په توګه باندې دي او د امنیتي ځواکونو د دفاع یا د ملاتړ په پار باندې دي او راپورته شوي دي د تجهیزاتو کمښت دی، د څه کمښت دی چې بالاخره دغه کسان په دفاعي خط کې دي او ولاړ دي او وسلې پورته کړي دي او وسلې چا ورکړي دي؟ دقیقا بارها وی رهبرهای سیاسی یا نماینده های مجلس تاکید میکردند که ما نیروهای مسلح در اختیار نداریم، اما حالا دیده میشه که صدها مرد مسلح و اسلحه دارند. بر حال در شهر مزار شریف و ولسوالی هایش مردم هم اسلحه دارند، اسلحه و وفور دیده میشه، سلاح های غیر قانونی که در نزد افراد و اشخاص و مردم عام قرار داره. اما حالا دیده میشه که اینها عملا در نبردها سهیم شدن. یکی خونگرانی بیشتر از یا از شهر مزار شریف اگر به دست طالبا سقوط بکنه ایست که سرمایه گذاری های بزرگ اینها در این شهر انجام دادن و اونها شاید از دستشان بره و خواست دیگرشان که مکررن میگن که باید تجهیزات قرار داشته. پایگاه های بزرگ نظامیان افغان در شهر مزار شریف قرار داره، از جمله پایگاه قلوردوی شاهین، بزرگترین پایگاه ارتش در شمال. هنوز اما انصاری صاحب، خلکو سره پوښتنم دا پیدا کیږي چې ولې هلته چې د خپل قلوردو هم په مزار شریف ښار کې شته دی، 209 هم شاهین قلوردو هلته شته دی، که په کافي اندازه باندې هلته ځواکونه شته دی، تجهیزات شته دی، د ځمکني تجهیزات، هوایی تجهیزات او د هوایی بمبارۍ په برخه کې د دېو هغه چورلکې هم شته دی، خو بیا هم پوښتنه ده چې ولې د دغومره ځواکونو د شتون سره سره بیا هم بلخ کې ناامني او هغه بیا تر خاره پورې د جګړو پراخېدل او د طالبانو پرمختګ، دا یوه پوښتنه ده چې د بلخ اوسیدونکو د افغانستان ټولو خلکو سره ده. چند دلیل ما داری میبینم. صحبت هایی که ما دیروز حداقل با فرمانده پلیس بلخ داشتم، جنرال ترخیل، گفتیم چرا سقوط کرد ولسوالی ها پیهم، چرا جنگ صورت نگرفت؟ هرچند کوها میگن راه ها سبل عبور بود و ما نتانستیم که اکمالات به موقع انجام بتیم و از تلفات جلوگیری کردیم، اما اینها نمیتونن که پاسخ برای پرسش های ما باشه. دقیقا چیزی که در بلخ و شمال افغانستان دیده میشه جنگ تبلیغاتی بوده که تانستن روحی نظامیان افغان اینها بشکنانن و دقیقا تانستن دستاوردهایی داشتن که به پیمانه وسیع هنوز هم این جنگ سرد و جنگ روانی در متاسفانه در فضای مجازی و دقیقا در مناطقی که طالبا اول حمله میکنن، اول جنگ روانی را راه اندازی میکنن، به وفور دیده میشه. نیاز است در فعلا که در حال حاضر در شرایط فعلی که اگر حکومت بخواهد دستاوردهایی داشته باشه باید مقابله صورت بگیره با این جنگ روانی. شما اما قسمی که اشاره کردین تجهیزات و نیروی کافی در شهر مزار شریف است، قطعات خاص پلیس در اینجا موقعیت داره، هنوز نیروهای خارجی به طور کامل نبرآمده و در کمپشان در کمپ مارمال آلمان ها دقیقا حضور دارند. اما یک بخش از قضیه میتونه ای باشه که همکاری باشنده های بومی با طالبا. حالا در ولسوالی شورتپه و کلدار بیشترین ترکمن ها را در صفوف طالبان شما میتونین ببینین، یا در ولسوالی های فاریاب بیشترین ازبک ها در صفوف طالبا حضور دارند. یعنی دیده میشه که کارها از قبل صورت گرفته و همکاری باشنده های بومی تانسته که دستاورت های زیاد را نایل بیارن به طالبا. درست هم دارنگ در بلخ جوزجان لوی الار و مزار شریف در صوف لوی الار دا هم پا خب پارا خطوگ بانده نام نده او الکی گی چیزی طالبانو پلاس کده پدی تلا استاس معلومات سری؟ این مسیر یکی از مسیرهای پردرآمد بر طالبا محسوب میشه و از ولسوالی شلگره شروع، یعنی از بلخ
تا خود دره صوف که مسیر انتقال زغال سنگ است و خود دره صوف بالا که معادن بزرگ از زغال سنگ در اونجا موقعیت داره، اینها همش حالا دست طالباست و میتونن که یعنی امکانات و پول زیاد از این مسیرها اینها به دست بیارن. تا حال برای واپسگیری از اینها اقدام نشده، هرچند که ولسوالی دره صوف یکی از پایگاه‌های بود زمانی که طالبا پیش از حضور نیروهای خارجی و پیش از یعنی رویدادهای جدید در افغانستان پایگاهی بود که هیچگاه سقوط نکرد و پایگاهی بود که در اونجا نیروهای محقق دقیقاً حضور داشتن. اما حالا دیده میشه که بدون درگیری این محلات به دست طالبان سقوط میکنه. به قسم جنگ شدید این روزها در ولسوالی انخوی جریان داره، جایی که بزرگترین بندر تجاری آقینه که با افغانستان با ترکمنستان وصل میکنند در 20 کیلومتری از این دبردها عملا جریان داشت و طالبان کوشش کردند که این بندر را هم تسخیر کنند. به قسم حیرتان طالبان حالا تلاش دارند تا مناطق را تسخیر بکنند که دقیقاً درآمدزاست و بتوانند از اونجا عواید بیشتر بگیرند. سری سبلا کسنگ چې تاسو ته اشاره وکړه، به څومره د همدغه لارو بندېدل او د طالبان لخوا نیول په اقتصادي وضعیت باندې څومره بد تاثیرات کړي دي؟ سوداګر څه وایي، عام خلک څه وایي، او خپله په مزار شریف ښار کې د خلکو په هغه ورځنۍ چارو باندې دغه نامنیو څومره بد تاثیر کړی دی؟ تاثیرات منفی زیاده داشته، هم روی اقتصاد مردم، هم روی سراسیمگی مردم و همی که شهر تا اندازه و بلخ تا اندازه بی‌ثبات شوه. یک تعداد مردم تا تانستن خود را وقت امکانات چه داشتن از مزار شریف خود را بیرون کردن و یک تعداد به ازبکستان رفتن و یک تعداد هم به کابل و سایر ولایات ها رفتن. از یک هفته به ایسو مرز بروی تردد مسافرین هم با ازبکستان مسدود شد و دلیلش هرچند مقامات ازبکستانی شیوع ویروس کرونا گفتند، اما دیده میشه زمانی که ناامنی ها در شمال افغانستان خصوصا در مرز مشترک با ازبکستان بیشتر میشه، این کشور مرز خود با افغانستان بسته میکنه. مسیر شهرهای بلخ، جوزجان همه قسم از گذشته ها چندین ولسوالی دست طالبا بود و بیشتر حضور داشتن. از هر واسطه ای که کالاها را از بندر آقینه انتقال میداد، از 60,000 تا 10,000 افغانی اینها قلوبور می گرفتند. به همه قسم اینها لارا شیرخان بندر در شمال شرق در تصرف خود دارند. تاثیرات منفی زیاد روی وضعیت اقتصادی، وضعیت زندگی مردم گذاشتند و نگرانی ها هنوز پابرجاست. انصاری صاحب، ستاسو د معلوماتو نه ډېره زیاته مننه لرم چې د بلخ امنیتي وضعیت په تړاو د راسره تازه معلومات شریک کړل. کور ودان.